سلام بچه ها، اومدم بهتون چند تا نکته بگم در مورد دوخت و اتوکشی پارچه های مخمل که توی این فصل هم خیلی پرکاربرد هستن. اولین نکته این هست که تکه های الگو بچه ها باید به یک سمت روی پارچه قرار بگیرن. اگر به این صورت ما به صورت برعکس الگوها رو قرار بدیم، وقتی که لباس کامل میشه و به لباس نگاه میکنیم سایه میزنه به خاطر پرس هایی که وجود داره روی پارچه مخمل. پس تمام تکه های الگو در یک سمت قرار بگیرن روی پارچه. نکته بعدی اینه که حتما قیچیتون باید تیز باشه و نخی که استفاده میکنید برای دوخت جنسش باید پلی‌استر باشه. نخهای مختلفی توی بازار هست، پنبه‌ای هست، پلی‌استر هست، ولی این نوع نخ که روش نوشته 100% پلی‌استر مناسبه برای دوخت مخمل که میتونید از خرازیمون تهیه کنید. نکته بعدی این هستش که اگر پارچه‌تون حالت کشی داشت، شما میتونید از سوزن ژرسه استفاده کنید. برای پارچه‌های مخمل کلوفت مثل کبریتی هم از سوزن‌های ضخیم استفاده کنید. نکته‌ای که در مورد اتوکشی پارچه‌های مخمل باید بهتون بگم اینه که اگر ما اتو رو حالا هرچند از پشت لباس روی پارچه مستقیم قرار بدیم، اول این که ممکنه برق بیفته و این که خواب پرزهای مخمل به هم بریزه. پس شما موقع اتوکشی باید فقط اتو رو نزدیک درزها کنید از پشت لباس و بخار بزنید و بعد با دستتون یه فشاری روی درزها بدید که اتوکشی انجام بشه. اگر به هر دلیلی حالا مجبور هستید که اتو رو بذارید، مثلا میخواید لای کوبی کنید، دقت کنید که روی خواب اون پرزها اتو رو بکشید و یا فقط بذارید رو بردارید. یه سری تخته های مخصوص اتوکشی مخمل هست که شما میتونید از اونها هم تهیه کنید، ولی خب یک مقدار قیمتش بالا هست. ولی به همین روشی که گفتم اگر اتوکشی رو انجام بدید مشکلی پیش نمیاد. این نکاتی بود که به ذهنم رسید، گفتم براتون بگم. لطفاً این پست رو برای دوستاتون بفرستید، شاید این نکات به دردشون بخوره.